من در تهران به دنیا اومدم، شروع کردم تحصیلمو از 15 سالگی در هنرستان هنرهای زیبای پسران در تهران که در پیچ شمرونه و هنوزم هست. در همان زمانهای آخر این 3 سال تحصیل من، یکی از دوستان منو معرفی کرد در گروه بیژن مفید که داشتن تمرین شعر قصه میکردن. شعر قصه خب همونطور که میدونید یک نمایشنامه بود، داستانش در بیشتر فولکلوریک بود و کاراکترهای انسان رو شده بودن حیوان. بعد یک تازه واردم به این شهر میاد که اون فیل بود. من یادم میاد بیژن به من گفت من بزرگترین حیوان که فیل هستش دادم به کوچکترین هنرپیشه. خیر نبینی عمومی، خیر نبینی، خیر نبینی عمومی، در یک سالی موقعیت پیش اومد که مهاجرت کردم به استرالیا، با اشخاص بومی اونجا آشنایی پیدا کردم. نزدیکی اینها با طبیعت هم از نظر فیزیکال هم از نظر روحانیشون خیلی برای من جالب بود. از اون نظر من احساس کردم که اینجا میتونم زندگی کنم در استرالیا. من از اون اول علاقه داشتم نقاشی بکنم، ولی خب موقع جوان هستین اصلا خود هنر برات هنوز معلوم نیست چیه. کم کم شروع کردم بازی کردن با متریال. برای من خود رنگ مسئله بود که این یک لایه است که حقیقت نداره. بیشتر علاقه داشتیم که اون سطح اول کار یک از یه چیزی باشه که مردم بدونن چیه. مثلا در این کار میبینید این برگ نیلوفر آبیه. سفر اولی که با پسرم و همسرم به ایران رفتیم سال 2010 بود، فکر میکنم اصفهان بودیم. رفتیم مسجد جامع. بعد من همینطوری که نگاه کردم بالا، البته دیدم سقف و دیدم آجرکاری رو، ولی اولین فکری که به مغزم افتاد این بود نقاشی های هنرمندای بومی استرالیا. گفتم چقدر جالبه که من الان دارم به فرهنگ خودم از دید استرالیایی نگاه میکنم و چقدر این نقش ها بیشتر جهانی هستن، به هممون تعلق دارن. ۱۸۴۵ قحطی ایرلند، خیلی ها از گشنگی مردن و خیلی ها مهاجرت کردن به استرالیا و این یاد بود برای اون اشخاصی که به استرالیا آمدن ما ساختیم. به طور کلی یک فضایی رو که یه دیوار خیلی بزرگی بود، این دیوار رو ما خراب کردیم و 2 مرتبه ساختیم که این دیوار مثل اینکه کسی دست زده تکون خورده و یک میز رو نصفش رو این بر نصفش رو اون بر، برای اینکه می‌خواستیم این رو خیلی شخصی بکنیم. مثلا از یه طرف دید که درباره قحطیه یه دونه بیل سیب زمینی کنی گذاشتیم و 2-3 تا سیب زمینی پوسیده که داره از بین میره. بعد اون طرف که مهاجرت به استرالیا هست، یک بشقاب هست، یک قاشق هست که ممکنه غذا باشه. بعد اون روی دیوارم یکی مثل دفترچه خاطرات یا ممکنه مثلا کتاب مذهبی باشه یا یه چیزی برای سبدی برای دوخت دوزی این دخترای جوان. یکی دیگه از کارهایی که میتونم یکمی تشریح بدم، کاری بود که در سال 2005 جلوی موزه ادلاید هستش. به موزه یکمی به عنوان الهام نگاه کردیم و یک
دایناسور خیلی قدیمی به اندازه یک پرنده ای بود. ستون‌های فقرات این که به اندازه مهره انقدر دست آدمه برای ما الهام داد که بتونیم این رو مثل بیس این ایده مصرف بکنیم. و به طور کلی مثل همون یادبود قطعی ایرلند، این هم همکاری بود با انجلا همسرم که همکار و هم با هم الان در حدود 45 سال کار میکنیم، زندگی میکنیم. این نیمکت ها همه دارن به دریا نگاه میکنن، جاییست که مردم بدونن که بدونن میان میشینن نرده های این نیمکت. به من ایده ای داد که ببافم. شما فرش رو میندازی رو زمین، رو زمین میشینی، ولی نیمکت نشستن روی صندلی. در برای خودم هم هست که من اومدم از یه فرهنگ دیگه ای، ولی خب باید خودم رو اجاست میکردم به این بافت جامعه استرالیا. سالهاست یک کتاب شعر مولانا، یک کتابچه کوچولوی همراه خودم میبرم، میخوام یک صفحه از این رو چاپ بکنم به عنوان پستکارت بدم به مردم. ولی پشت این پستکارت نوشتم که این شعریست خیلی قدیمی، اگه میخواید ببینیم معنی این چیه باید برید یک نفر ایرانی یا افغانستانی پیدا بکنید که بتونن این رو برای شما ترجمه بکنن. واقعا یک باز کردن یک مکالمه خیلی قشنگیه از مولانا. مکالمه بود ما بین قالی و نیمکت، مکالمه بود ما بین فرهنگ ما و فرهنگ استرالیا. آوردن این دوتا فرهنگ با هم به زور نیست. فکر میکنم کمی موفق شدم که مردم میدونن از جای دیگه میاد، ولی میشه من، نه بخوام یا ایرانی باشه یا استرالیایی باشه. به خاطر ساده بودن سوژه ها و شخصی بودن سوژه ها، اینها بیشتر میشن جهان بینی.